أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. خطاب در این کریمه به مؤمنین است. آیا صرف ایمان برای اداء شهادت کافی است یا عدل هم لازم است و یا فسق مانع است؟ بعضی ها نظیر مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه خواستن استظهار کنند که صرف ایمان برای پذیرش شهادت کافی است، چون خطاب به مؤمنین است. فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. اگر خطاب به مؤمنین است و به مؤمنین فرمود شما در محکمه حق حاضر بشوید به شهادت بدید، معلوم می شود که شهادت مؤمن مقبول است، خواه عادل باشد خواه نه، منتها شهادتش باید عادلانه باشد، یعنی در متن شهادت باید عادل باشد. حالا در خارج شهادت هم عادل است یا نه مطلب دیگر است. آیا عدالت شرط است یا نه؟ آیا فسق مانع است یا نه؟ این استظهار است که ایشون کردن، بعد هم امر کردن به تأمل که بودن فتأمل یا فهم. ولی گذشته از این که از روایات شاید بتوان مسئله عدالت شاهد را به خوبی استفاده کرد، از همین آیه می توان عدالت را استفاده کرد، نه عدالتی در شهادت بلکه عادل بودن شاهد. برای اینکه فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، حالا یا این شهداء لله خبر بعد از خبر است یا حال است، یا به این معناست که در حال شهادت قائم به قسط باشید یا خبر بعد از خبر است. ولی سخن از عدالت در شهادت نیست، سخن از قوام بالقسط بودن خود شاهد است. اگر مؤمنین مخاطب شدند به اینکه قوام بالقسط باشند و به حق شهادت بدن، معلوم می شود که هم شهادت به حق لازم است هم عادل بودن شاهد، زیرا اگر مؤمن قوام به قسط بود یقینا عادل است. خدا اول امر کرد که قوام به قسط باشی، بعد هم شهادت را نافذ کرد. یا لااقل قلب متیقن در مقام تخاطب این است. پس نمیتوان گفت از اطلاق آیه میشود استفاده کرد که شهادت مؤمن به ما انه مؤمن نافذ است، نه عدالت شرط است به نفس مانه، بلکه ظاهر آیه این است یا قلب متیقنش این است که نه تنها شهادت باید حق باشد بلکه شاهد باید عادل باشد. مطلب دوم آن است که این که فرمود شهداء لله، ایرشون بعد از امر یاد کرد، معلوم شد اداء شهادت برای خدا در محکمه حق و عدل واجب است، نه تنها جایز بلکه واجب است. و شون فرمود ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین، همونطوری که اقرار به حق واجب است، شهادت به حق ولو علیه پدر و مادر یا بستگان نزدیک واجب است، نه تنها جایز بلکه واجب است. چرا؟ چون امر کرد. این چنین نیست که شهادت بر نفس که همون اقرار است واجب باشد و شهادت بر والدین یا اقربین واجب نباشد، جایز باشد. این چنین نیست، چون امر فرمود و امر ظهورش در وجوب است، پس همه اینها واجب است. و ظاهر آیه هم این است که شهادت فرزند بر پدر و مادر نه تنها جایز است بلکه واجب است. وقتی واجب شد، پس شهادت فرزند علیه پدر یا مادر مسموع است. دیگر نمیتوان گفت که حد اکثر نطاق آیان است که
فرزند می تواند علیه پدر و مادر شهادت بدهد، اما آیا شهادت اینها محکم پسند است و مسموع قاضی هست یا نه، آیه دلالت ندارد. این رو نمی شود گفت. چرا؟ چون اگر شهادت علل والدین واجب بود ولی پذیرش این شهادت برای محکمه قضا لازم نبود، این شهادت عبث است. از وجوب اداء شهادت بر پدر و مادر میتوان استنباط کرد که شهادت علل ابوین در محکمه نافذ است. و اون چه که گفته شد به این که شهادت فرزند بر پدر به زیان پدر نافذ نیست، برای اینکه مستلزم حقوق است، زیرا مایع تکذیب پدر هست، مایع رنجش پدر هست و رنجوندن پدر حرام است و مانند آن، این صحیح نیست. برای اینکه در قرآن کریم به ما امر کرد که خودمون را از آتش حفظ بکنیم و خانواده خود را هم از آتش حفظ بکنیم. که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. این آیه همونطوری که به پدر و مادر خطاب میکنند به فرزندانم خطاب میکنند. هم پدر و مادر موظفند که اعضای خانواده را از آتش حفظ بکنند، هم فرزندان موظفند که اعضای خانواده را از آتش حفظ بکنند. اینا اهل یکدیگرند. گاهی میبینید پدر و مادر در اثر زندگی در نظام طاغوت آشنا به مسائل و احکام اسلامی نیستند. نظام برگشت و نظام اسلامی شد و نسل نو به مسائل اسلامی آشنا شدند و یک پسر یا یک دختر به احکام اسلامی آشنا شد، حالا دارد پدر و مادر را هدایت میکند. بر چنین فرزندی واجب است که خودش به پدر و مادر را از آتش نجات بدهد. چین که پدر و مادری که به احکام و اصول اسلامی آشنا هستند، بر اونها واجب است که خودشون و فرزندانشون را از آتش نجات بدن. پس این که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن، این هم شامل فرزند می شود هم شامل پدر و مادر. وقتی فرزند دارد به حق شهادت می دهد ولو این حق به حسب ظاهر به زیان پدر باشد، این در حقیقت دارد پدر را احیا می کند، او را از آتش نجات می دهد. این حقوق پدر نیست، این رنجوندن پدر نیست. اگر پدر از اداء شهادت حق فرزند برنجد، بیجا رنجیده است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس هم فرزند موظف است حق را بگوید و هم پدر و مادر موظفن که نرنجن، و اگر رنجیدن بیجا رنجیدن و به دست خودشون خود را به عذاب انداختن. ظاهر آیه وجوب شهادت فرزند علیه پدر و مادر است در محکمه حق و این شهادت هم مسموع است. پس مسئله حقوق و امثال ذالک مطرح نیست و مزاحم با اصلاح آیه هم نیست. گذشته از این که بعض از روایات هم اطلاق آیه را تأیید میکند که به خواست خدا اگر نوبت رسید اون روایات هم خونده میشود. نه اهل یعنی اعضای منزل دیگه. اهل همون طوری که فرزند اهل پدر و مادر هست، پدر و مادر هم اهل فرزندن دیگر. اینا اهل یک دیگر هم. خب این که فرمود شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، شهادت همه رو لازم و نافذ میدونه. اما اینکه فرمود این یکون غنی او فقیرا فالله اولا بهما، همون طوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، میفرماید به اینکه شما مصلحت افراد را بهتر از خدا میدانید یا خدا بهتر میدانه. اگر اون مشهودون علی فقیر است یا غنی، نه غنای اون غنی مانع باشد از ادای شهادت عدل، نه فقر اون فقیر مانع باشد از ادای شهادت عدل. اگر شهادت عادلانه به سود افراد نمی بود، خدا تشریع نمی کرد. پس
نه غنای غنی مانع باشد نه فقر فقرا مانع باشد، شما حق را بیان کنید. اونگاه فرمود فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. گذشته از اینکه مسائل خانوادگی، مسائل نژادی، مسائل قبیله و قومی را بازگو کرد و گذشته از اینکه مسائل اقتصادی و اجتماعی را طرح کرد، اونگاه فرمود به اینکه منشأ همه این بی‌عدالتی ها هواپرستی است. فلا تتبعوا الهوى. چرا؟ برای اینکه ان تعدلوا، یعنی لان تعدلوا، برای اینکه در کارتون و عدالت موفق بشوید رو میل کار نکنی. لا تتبع الهوا. چرا؟ لکه انتعدلو، یعنی لانتعدلو. این پیروی هوا در همه موارد منحیست، در خصوص محکمه قضا برای قاضی و برای شاهد و همچنین در خصوص مسائل سیاسی برای زمامداران به صورت صریح نهی شده. در سوره مبارکه صاد آیه 26 به داوود اینچنین خطاب فرمود: یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. چرا؟ بلکه یضلک عن سبیل الله. هوا پرستی با طی صراط مستقیم سازگار نیست. فیضلک عن سبیل الله. خب داوودی که خلیفت الله فی الارض است مأمور شده است که به قسط و عدل حکم کند و برای حکم به قسط و عدل از پیروی هوا نهی شد. کاری که هوا می کند اینه که انسان را از سبیل خدا صراط مستقیم منحرف می کند. اگر از صراط مستقیم منحرف کرد، انسان یا جزء ضالین می شود یا جزء مغضوبون علیهم. بالاخره چل تا جانبه صراط جهنم است. ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. پس یک سلسله از عوامل عادی را تحلیل کرد، فبود اینها مانع ادای شهادت نباشد. یک، هوا پرستی و میل و خواهش نفس را هم گوشزد کرد که خطر درونی است. بعد در سوره مبارکه صاد فرمود پیروی از این هوا انسان را از راه راست باز می دارد. اونگاه به اون نقطه آغازین اشاره کرد، فرمود ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. این یه صغرا و کبرا را ذکر کرد، فرمود لا تتبع الهوا. چرا؟ بلکه فیضلک عن سبیل الله. پس این میشه صغرا و کبرا. اگر کسی بر خلاف حق در جایی شهادت داد، در اثر پیروی هواست. میگن زیدون قد اتبع الهوا و کل من اتبع الهوا فقد ضل عن سبیل الله فزیدون سل عن سبیل الله. بلکه فرمود لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، یعنی هر متبع هوایی از راه راست دور است. این شکل اول. بعد وقتی جلوتر می رویم این سوال پیش می آید که چطور انسان پیروی هوا می کند، چی باعث می شود. یه سلسله جاذبه هایی را اول ذکر کرد، همون جاذبه حب به نفس هست یا جاذبه خانوادگی هست یا جاذبه قبیله و قوم و نژاد و عشیره هست. این جاذبه ها نفی کرد. یه سلسله جاذبه های مالی و اقتصادی بود، اونا را هم ذکر کرد. بعد فرمود منشأ همه این جواذب کاذب پیروی هواست. بعد یه سوال پیش می آید که انسان چجور می شود هواپرست می شود. اون هم قرآن پیشبینی کرد و بازگو کرد. فرمود به این که لا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. بعد فرمود ان الذين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. خب چرا؟ منشأ همه مشکلات چیست؟ منشأ همه مشکلات است که بما نسوا یوم الحساب. چون روز حساب و قیامت یادشون رفته است به این خطر افتاده. پس به اون نقطه آغاز رسیدیم، پایان راه رسیدیم. پایان راه هم که معاد است، بازگشتش به همون مبدأ است، چون انا لله و انا الیه راجعون. پس به اول راه رسیدیم، توجه به خدا یا توجه به معاد انسان را از هر گونه هوایی نجات میده. هر وقت انسان به دام هوا افتاد، برای اینکه جهنم یادش رفته.
هیچ ممکن نیست کسی به یاد جهنم باشد و دستش به طرف گناه دراز بشود، چون میدوند به آخر یه حسابی هست دیگر. حالا نه وقتی مشخص است که کی میمیرد و نه حالتی معین است که چه حالتی رهبر میبنده. پس ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. تمام کار این است. خب پس ریشه همه این هواپرستی ها همه اون فراموشی روز حساب است. یه سوالی ممکن است اینجا پیش بیاید که چرا انسان قیامت را فراموش میکند، چجور میشه؟ اگر سوال به اینجا رسید که چطور میشود انسان قیامت را فراموش میکند و چه کار بکنیم که به دام فراموشی قیامت نیفتیم، اون را هم از قرآن کریم میتوان استفاده کرد، از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه. وجود مبارک حضرت در اون خطبه معروفش که در روز عید فطر ایراد کردن فرمودن به این که ان اخفف ما اخاف علیکم افتان اتباع الهوى و طول الامل، اما اتباع الهوى فیسد عن سبیل الله و اما طول الامل فینسی الاخره. آرزوهای طولانی آخرت را از یاد انسان میبرد. یعنی چی را از یاد انسان میبرد؟ کسی که آرزوهای فراوان دارد منطقه دیدش را همین این آرزوها و امیال پر کرده، هرچی میبیند همین آرزوها میبیند. اونقدر این منطقه دید را آرزوها پر کرده که قیامت را کنار زده. وقتی کنار زده و دور شده او را نمیبیند. فمود و اما طول العمل فیون سل آخره. پس هم از در حکم فقهی بیان فرمودن که چه حلال است چه حرام است و هم از در حکم وضعی فقهی مشخص کردن که کجا شهادت نافذ است کجا شهادت نافذ نیست و هم شرط صحت شهادت را بیان فرمودن و هم حکم اخلاقی و روانی را مشخص کردن که منشأ بی‌عدالتی ها چی؟ ولا تتبع الهوى. چرا؟ بلکه ان تعدلوا، برای اینکه عادل باشید با هوا باید بجنگید. پیروی هوا با عادل بودن سازگار نیست. در حقیقت پیروی هوا مزاحم با قوام به قسط بودن است. بعد فرمود به اینکه حالا شما این احکام فقهی است مشخص. یه وقت است یک کسی بهانه می آورد، بهانه‌اش یا منتهی می شود که به یک سمت میل پیدا کند یا ساکت می شود. فرمود بهانه‌ای که به یک سمت به سمت باطل بکشاند یا مایه سکوت شما بشود، هر دو را خدا می داند، هر دو را ذات اقدس اله می داند. به ان تلوو او تغرزو، اگر بپیچید به یک سمت به سمت باطل یا نه اعراض کنید، از اداء شهادت اعراض کنید، ساکت باشید شهادت ندید، هر دو کار منهی است. به ان الله کان و تعمرون خبیرا، هم شهادت باطل دادن حرام است هم ترک شهادت حرام است، چون اداء شهادت جز واجبات کفایی است دیگر. اگر هیچ کس نمی داند مگر همین شخص، خود می شود واجب عینی. اگر گرایشی به طرف باطل داشتید یا از اصل اداء شهادت سرپیچی کردید، خدا بونچه که عمل کردید عالم است. حالا روایاتی که در مسئله است مقداری در کتاب شریف وسائل هست در باب شهادات، مقداری هم در نور الثقلین. بله دیگه در محکمه عدل. خب اون دیگه همه موارد همینطور است. هر جا آدم احساس خطر بکند، مثل نماز اگه احساس خطر بکند، خب اگه ایستاده است نشسته و اگه نشسته است خوابیده و ماننده، اون دیگه هر جایی که خطر باشد لا ضرر و ماننده اون بر اساس تزاحم اهم و مهم جلو او رو میگیرد، تبدیل میشود به جای دیگر. وضو اگر ضرر دارد به تیمم تبدیل میشود. آیه شمکو میگه اگر شهادت هم بدی در خطرم باشی با
نه دو تا حرف است. اگر خطر جانی باشد اون چنان نیست، حفظ جان لازم است. اما اگر چون که یه ضرر مختصری است، اون ضرر قابل تحمل است. بله خب خب نه از بین که نمیبرد دیگه، چون اگه جامعه این چنین باشد که اجرای عدالت را وظیفه بدانند، که شاهد عادل تو محترم است، نه که از بین میرد. نه برای اینکه اینا دو نفر اختلاف مالی دارن و اگر کسی شهادت بدهد او را از بین میبره. خب نه، حدود الهی معطل نیست، برای اینکه حدود الهی تنها در این نیست که یک مشکل مالی دو نفر با ریختن خون یک کسی حل بشود. که البته جامعه باید تربیت اساسی پیدا کند. خب در باب 26 از ابواب شهادات از کتاب شهادات وسائل، روایاتی که مربوط شهادت فرزند علیه پدر و برعکس است و همچنین برادر نسبت به برادر، این نافذ هست یا نه؟ در اونجا دارد که شهادت فرزند، عنوان باب این است که شهادت فرزند اگر به سود پدر باشد نافذ است، ولی اگر به زیان پدر باشد نافذ نیست. این عنوان باب است. باب و جواز شهادت الولد لوالدهی و بالعکس والاخ لاخیه للولد علی والده، که اگر فرزند بخواهد علیه پدر شهادت بدهد، این شهادت نافذ نیست، دیگری باید شهادت بدهد نه فرزند. روایات این باب بعضی ها به صحیح وصف شده است، بعضی به غیر صحیحه، یعنی معتبر هست. اولیش عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال تجوز شهادت الولد لوالدهی والوالدو لولدهی والاخو لاخیه. در همین موارد که طبق این صحیح اول است، شهادت به سود است نه زیان، که فرمود تجوزوی نافذ است شهادت الولد لوالده والوالد لولده. البته والد علی الولد هم نافذ هست، اما شهادت ولد علی الوالد از این روایت به دست نمی آید، بلکه شهادت الولد للوالد از این روایت به دست می آید. روایت دوم که عمار ابن مروان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سال کرد، او قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أبل أب لابنه أبل أخ لأخيه. سؤال کرد آیا می شود کسی به سود پدر خود یا به سود فرزند خود یا به سود برادر خود شهادت بدهد؟ آیا شهادت اینها نافذ است یا نه؟ فقال علیه السلام لا بأس بذلک، اذا کان خیرن جازت شهادته لعبیه ولعب لبنهی ولعخ لعخیه. شهادت اگر عادلانه باشد در هر سه قسم نافذ است و جایز. روایت سومش که حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن شهادت الوالد لولدهی والولد لوالدهی والاخ لاخیه، بازم فرمود تجوزو یعنی تنفذو، هر سه قسمش نافذ است. روایت چهارم که سماع دارد، مزمری سماع است، قال سألتو عن شهادت الوالد لولدهی والولد لوالدهی والاخ لاخیه، قال علیه السلام نعم، این شهادت نافذ است. روایت ششم که مرحوم صدوق نقل کرد، این چی نفهمون به فی خبر آخر انه این مرسل است لا تقبل شهادت الولد علا والدهی. این که فرمود لا تقبل شهادت الولد علا والدهی، یعنی اگر فرزند بخواهد به زیان پدر شهادت بدهد، این در محکمه مقبول نیست. مرحوم صاحب وسائل در زیل این حدیث دارد که و یعطی ما یدل علیه و ما مر مما ظاهره وجوب و شهادت الولد علی الوالد لا یستلزم وجوب قبولها. بعضی از روایات دلالت میکند که نه تنها شهادت فرزند علی الوالد جایز است، بلکه واجب است. ایشون میفرمایند اون چه که دلالت میکند بر اینکه شهادت فرزند در زیان پدر
جائزه است، این دلالت نمی کند بر اینکه محکمه می تواند برابر شهادت فرزند پدر را محکوم بکند، دلالت بر قبول ندارد. از این طرف اگر فرزند آمد شهادت داد، کار حرامی نکرده است ولی نافذ نیست. این سخن همونطوری که ملاحظه فرمودید ناتمام است، برای اینکه اگر آیه مطلق است و بعض از روایات هم همین حرف آیه را تأیید میکنند که شهادت فرزند علیه والد جائز است یا واجب است، معناش پذیرش به نفوذ این شهادت است، وگرنه این شهادت میشود عبث و این هم حقوق نیست، این در حقیقت تکریم پدر است. چه اینکه شهادت فرزند علیه مادر مقبول هست، خب حقوق اونجا هم هست، اصلا این به حساب حقوق نمی آید و اونها نباید برنجند و اگر اونها رنجیدن تقصیر خود اونهاست. پس آیه مطلق است و بعضی از نصوص هم احیانا شهادت فرزند بر پدر را نافذ دانسته است. همونطوری که آیه مطلق است، روایات باب 8 هم احیانا مطلق است. این چنین نیست که خصوص آیه مطلق باشد. بنابراین روایات فقط یه روایت مرسل است در این باب 26 نقل شده است که این نمیتواند جلوی اطلاق آیه رو بگیرد. اما روایاتی که چون اطلاق آیه محکم است، حالا این کلمه علل والدین اگر مشهود علیه این باشد صراحت نیست، ظهور قوی دارد، چون والد و والده هر دو را شان بشود احد و هما ممکن است به تخصیص خارج بشود. یعنی صراحت نیست، ظهور قوی دارد، چون ممکن است که چه والدین دارد یکیش تقیید بخورد دیگر. بله علل والدین، بسیار خوب، علل والدین هست، الا الوالد هر دو را شامل می شود دیگر، والدین دارد دیگر، الا الوالد بله دیگر، نه که اینو به تثنیه ذکر کرده. لذا در باره جد هم گفتن اقرب این است که حکم والد را دارد، همونطور که شهادت ولد علل والد نافذ است، شهادت ولد علل جد هم نافذ است. اونایی که مشکل حقوق و امثال حقوق را مطرح میکنن که اکثر علما هم شاید اونجور بگن یا ادعی، اونها در باره جد هم همین شبهه را دارن دیگر. الا اگر بگن والدین الا زید الا احدهما، اگر هر دو رو شامل بشود بعد دلیل خاص بیاید یکی رو تخصیص بزنند، یکی مشکلی ندارد که. اگر یه دلیلی آمده گفته والد و والده، بعد دلیل خاص آمده گفته مگر والد، این که مشکلی ندارد، میشه اطلاع و تغییر دیگر. بله والده این هر دو، اگر یه دلیل بگوید هر دو رو اکرام بکن، دلیل خاص بود آقا این زید اکرام نکنیم، میشه اطلاع تغییر دیگه، تخصیص مطلق همینه دیگه. اگر بگوید اکرم هما، یه دلیل بگوید اکرم هازین، یه دلیل خاص بگوید لا تکرم هازا، این میشه مطلق مقید دیگر. اکرم هما باشه لا تکرم هما باشه نمیشه، اما اکرم هما باشه لا تکرم احد هما باشه که میشه. که چرا دو نفر است، یکی رو خارج کرده. بعد این که این هم که خصوص زید و عمرو نام نبرده، که گفت مطلق والد و والده زیر عنوان الوالدین مشمول این حکمن، بعد والد خارج شده به دلیل، این میشه تقیید دیگر. بله صراحت ندارد، ظهور قوی دارد، اینا دو نفر رو حکم کرد، مثل این تعبیرات محاوره دیگه. اگر فرمود که
اگر یه دلیلی آمده با اطلاق گفت اکرم هما، بعد یه دلیل خاص آمده گفت لا تکرم زیدن، امشه مطلق مقید دیگر. دو نفر را یه دلیل گفت اکرام بکن، یک دلیل خارج آمده گفت این یکی را اکرام نکن. این یا به عموم است یا به اطلاق قابل تغییر. منتها دلیل روایتی که در این باب بود روایتی بود که مرسل است، معتبر نیست. اگر روایت اونای که مرحوم سید مرسل و امثال ذالک ادعای مثلا اجماع یا شهرت کردن، اونم به یکی از این امور تکیه کردن. ادعای زیادی از بزرگان فتوا دادن که شهادت ولد علل والد نافذ نیست، بعد منتها برشون نقض شده است، ادلهشون خدشی شده که حقوقی در کار نیست و اگر بشه نقض بشه به والده، اونم این چنین است. خب بله دیگر، این ندارد که قال رسول الله، دارد وفی خبر آخر، این وفی خبر. اگه وقت از فهمد که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یه مرسله معتبری است، اما در این روایت ششون داشت که وفی خبر آخر، نفی خبر آخر نفرمود، خود خبر آخر، مثلا وفی روایت اخرى یا وفی خبر آخر این مرسله رو تضعیف میکند. اگر نگوید فی خبر آخر یا فی روایت اخرى، بلکه مستقیما به خود معصوم اسناد بدهد، فهم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین مرسله ای که مستند را دارد گفتن. چرا؟ خب اگر چنین چه روایت باشد که روایت مخصص به مغیر اطلاق آیه هست دیگه، البته روایت معتبر دیگر، روایت معتبر میتواند، اما عمده این است که ما روایت معتبری در اینجا نیافتیم. اگر روایت معتبر باشد میتواند عموم یا اطلاق آیه رو تخصیص بزند. حالا در ذیل این روایتی که فرمود کونو قوامین للقسط شهداء لله ولو على انفسکم، چند روایت است که در کتاب شریف نور الثقلین هست. حالا مراد فهمید روایتی را که مرحوم کلینی نقل کرده است. در حالا شاید با این بیان اون هم حل بشه. مراد فرمید با این روایت مرحوم کلینی رضوان الله، در جلد اول همین تفسیر شریف نور الثقلین از کلینی رضوان الله نقل کرده، ان اسماعیل ابن مهران ان محمد ابن منصور الخزائی علی ابن سوید صائبی ان ابی الحسن علیه السلام قال كتب الي في رسالته الي وسالته عن الشهاده لهم هدفهم فاقم الشهاده لله ولو على نفسك او الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم. این برابر همون مضمون آیه حضرت نامرقوم فرمودن که شهادت بده لله ولو على نفسك، که میشه اقرار به نفس به واجب است، اول والدین و الاقربین. خب این روایت برابر همون اطلاق آیه حکم کرد. روایت دوم که از تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه این است که ان للمؤمن علی المؤمن سبع حقوق فاوجبها ان یقول الرجل حقا و ان کان علی نفسه او علی والدی فلا یمیل لهم عن الحق. بر مؤمن واجب است که نسبت به مؤمنین حقوق رعایت بکند و شهادت به حق بدهد ولو بر خودش یا علی والدینش. خب این روایات هم مؤید اطلاق آیه است. در کتاب خصال به نحو مطلق آمده دیگه، اختصاصی به والد و امثال ذلک ندارد. البته ثلاثه هم اقرب الخلق الی الله تعالی یوم القیامه حتی یفرق من الحساب، رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه الى ان يهيف على من تحت يدي، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع احدهما على الاخر بشعره، ورجل قال الحق فيما له وعليه. البته این مطلق است، اختصاصی به یعنی جریان والد امثال ذلک نداره. این و ان تلو را دو جور قرائت کردن که آیا یا از لی است یعنی مماطله کردن یا از اعراض کردن، به ان تلو از لی یا از لویه است.
و قید معناه این تلوو ای این تبدل و شهاده او تعرضو یعنی تکتموها. فرق تلوو با تعرضو این است که در اعراض شهادت نمی دهد ولی در مسئله تلوو شهادت به زور می دهد، میل می کند، منحرف می کند مسئله رو. مطالب دیگری هست که مربوط به جمله های دیگر این آیه است، کاری به اون حکم فقهی ندارد. فتحصله که اطلاق آیه و ظواهر بعضی از روایات هم این است که شهادت فرزند علیه والد مقبول است، چون که علیه والد مقبول هم هست. والحمدلله رب العالمین.